و کل المؤمنات. چه زیبا خداوند بیان میکنه، به پیامبرش میگه به بندگان خالص من، به اون زنهایی که پذیرفتن که بنده خالص من باشن، مؤمنن و من درجه ایمان بهشون دادم، به اونها میگو که چشمهاشن را پایین بندازن اگر احساس فتنه کردن، و یحفظن فروجهن نه و شرمگاهشان را حفظ بفرمایند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خدادادیشان را برملا نکنن، آشکار نکنن، نمایان نکنن، مگر اون زینتهایی که هیچ راهی نیست و خدا اجازه داده که اون آشکار بشه، که صورت هست و دو کف دست، صورت بدون آرایش خدادادی و دو کف دست. اما اینکه گریبانشان یا یقشون باز باشد یا آستینشون کوتاه باشد یا از پایین لباسشون کوتاه باشد یا تنگ و فشرده باشد یا چادر نداشته باشند یا لباسی باشد که رنگهای جذاب و خیره کننده داشته باشد یا طلا و زیورالاتی که به خودشون میگیرن یا آرایشی که میکنن بعد میان بیرون، پناه به خدا اینها زینتهایی هست که باید پوشانده بشود، فقط برای مردی که خدا براشون حلال کرده، دور از چشم فرزندان، حتی در اتاق خواب فقط چه این زینت ها را آشکار بکند تا مردش را به سوی خودش جذب کند و مردش را به عفت برساند، که این مرد از نگاه به محاسن زیبای خدادادی و اکتسابی همسرش از نگاه به نامحرم در امان باشد. ولی امروز زینت های زن برای کوچه و عروسی و جلسه و جشن و شادی و بازار و بیرون رفتن است و حالت طبیعی خودش برای مردش، در نتیجه مردش را وادار می کند که چشم چران باشه، چون به عفت نمی رسد. و خداوند و فرشتگان خدا چنین زنی را که سبب می شود مردش به عفت نرسد، در تقصیر و کوتاهیش هر شب و هر صبح نفرین و لعنت می کند. بعد میگه که ولیدربن بخمرهن علی جنوبهن، به زنهای مسلمان، به زنهای مؤمن بگو که روسری هاشان را بندازن بر گریبانشون، بر یقه هاشون، تا سینه هاشون و یقه هاشون را بپوشاند و گشاد باشد، نه تنگ فشرده که برآمدگی سینه رو نمایان بکنه، یا نازک که درست روسری انداخته رو سینهش و رو یقهش، اما اونقدر نازکه که طرف مقابل حریص‌تر می‌شود که ببیند اون روسری نازک و خیره می‌شود که اون چیزی که از زیر اون روسری و خمر، که اصطلاح قرآنی خمر هست، تماشا کند. اما آیه بعدی درباره امر خداوند به حجاب، خداوند می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. آیه 33 سوره احزاب، خداوند می‌فرماید در خانه هاتون بنشینید و از خانه ها به غیر ضرورت بیرون نروید، از خانه ها به غیر ضرورت بیرون نروید و عادات جاهلیت عرب قبل از اسلام رو به خود پیدا نکنید، که زنها برای نشون دادن محاسن و مفاتنشون و زینتشون بدون اینکه کاری داشته باشن، ضرورت ایجاد بکنه، میرفتن به میدان میادینی که مردا بودن، برای اختلاط، برای فتنه و فساد، برای تحریک مسائل جنسی مردا و برای انجام اعمال غیر شرعی. خداوند میگه وقرن فی بیوتکن، استقرار پیدا بکنی در خانه هاتون،